این سگی میبینین که داره شروع میکنه به وق زدن و هیچ کنترلی روش انجام نمیشه. همین سگ اگر از ماشین الان پیاده شه مطمئنم سایلنت ترینه. یه بابا بیا گری بیا بیا. میبینید این سگ سرشار از استرسه و این قلاده ای هم که تنشه به هیچ عنوان خوب نیست، چون که هیچ کنترلی الان من نمیتونم داشته باشم، هیچ سیگنالی نمیتونم داشته باشم. ولی اگر از همین قلاده هایی که همیشه ما گفتیم، قلاده های آموزشی، قلاده های گردنی استفاده کنید، سگو میتونید کنترل کنید. همین قلاده کتی ببینید چه فشاری داره وارد میکنه به سگ و هم به دستاش و هم به همه جای بدن این سگ فشار وارد میشه. ولی وقتی این قلاده رو میندازی ما به راحتی اینجا میتونیم سگو کنترل کنیم، حتی بدون هیچ فشاری. نگاه کنید الان قلاده اومد در سبکترین حالت ممکن، ولی اگر همین قلاده رو به صورت اشتباه استفاده کنی، یعنی چی به صورت اشتباه؟ یعنی اینجوری باشه، بله کاملا به سگ آسیب میرسه. ولی وقتی از این قلاده بشه به درستی، این قلاده باید تا آخرین نقطه گردن سگ بیاد بالا. اجازه بدی به اصطلاح بیخ گلوش میاد. این سگ الان خودش میدونه که باید چه رفتاری رو انجام بده که کمترین فشار بهش بیاد. آها تموم. این قلاده شلتری حالت. دوباره شل، دوباره شل. میبینید سگ اینها رو باید یاد بگیره. پس وقتی قلاده کتفی استفاده میکنین تمام فشار روی کتف هاست. یعنی دقیقا الان خود جناب سرایی صاحب کوکی دقیقا مشکلش همین بود که این قلاده آسیب میزنه. شما الان دیدین که فقط یک نقطه فشار رو سگ که درک کرد دیگه آروم گرفت. و این استرس این سگ فقط اینه که استراب جداییه، نه اینکه صاحبم الان منو ول کنه بره. خودش میبینه هرچی بکشه بیشتر بهش فشار میاد و قلاده میتونه شلترین حالت ممکن باشه. سگ مقید در حالت مقید در کنار منه. حالا این کار باید هر روز تمرین و تکرار بشه تا بهتر بشه. از یه گام شروع میکنم. با هر گام من یه کوچولو کشش ایجاد میشه که سگ بشینه. دوباره این کار رو اجرا میکنم. اینجا میخوام صبر سگو یکم ببرم بالا. بشینه. در باز میشه. نه. بشین. نه. بشین. نه. بشین. نه. 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 در بسته میشه. نه. بشین. نه. وقتی من اجازه دادم اجازه داره سوار ماشین شه. برو بالا. خب آثار حالا خودت این قلاده رو داشته باش و از این به بعد اگر وقت زد اینو یه دونه کوچیک بکش. وقتی هم کاری نداشتی، وقتی ولش کنی خود قلاده به صورت اوتوماتیک شل میشه. پس وقتی رفتار بد داشت صف، یعنی اومد سمتت خواست به پر روت یه تقه، این خود قلاده به اندازه تنگ میشه. ولش هم کنی برمیگرده به حالت استاندارد. اوکی؟ و محبتی که این صاحب به این سگ داشته واقعا باعث اینجا شده و سگ وابسته و وابسته و وابسته تر میشه. اونجاست که میگیم به سگ لذت دادن ولی به سگ شادی ندادم. با قلاده لطفا. دوباره ما آگرینو میاریم. بودو بابا. قلاده آفرین. بیاین ببینین چقدر صاحب راحت تر میتونه کنترل کنه. تا وقت زد کنترل. شل شه دوباره. قلاده دوباره شل شه. بیا. آگرین بودو. حالا هر موقع اینجوری الان ساکت نشسته یه دست نوازش کوچیک. یه دونه نوازش. بودو اگری. بودو بغلم.
بودو بغلم. آفری 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 بودو آخی بودو 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 بپر بغلم آخی. کنترلش کن. آها نگهدار. آفری نگهدار. قلاده رو قشنگ بیار بیخ گلوش بیار بالا قشنگ اینجا. نه آکو این بندش کامل باید بیاد زیر گلو. آه. یه لحظه نگه میداری بشینه نشست شل میشه. آه بودو بودو دیگه بلش کن شل باشه تا رفتار بد نشون بده. این وابستگی به صاحب. یعنی اصلا صاحب الان فقط میخواد بود دو بره دوباره تو بغل صاحبش. ول کن این قلاده رو بذار کار خودش رو کن. آگرین بودو بیا. آه. بودو آگرین بیا بیا کما هاپ آف. آها این کار رو به صورت هر روز باید تمرین رو تکرار کنی و بتونی کنترلش کنی. ما اگر بذاریم سگ وقت بزنیم بگیم نگاه کن داره وقت میزن خب اتفاق نمیفته. ما باید رفتار بد رو مقابله کنیم باهاش و شروع کنیم رفتار رو اصلاح کردن. حالا شما میتونید از خوراکی هم استفاده کنید. تو هم ماشینت داشته باشی. این بچه هم که میدونم انگیزش بسیار بالا. هر موقع اوکی بود وقت نزد یس تایید. هر موقع چیز بود با این قلاده کنترلش کنی. جا؟ این قلاده چوکچین آموزشیه. یعنی چی؟ یعنی خودش به موقع فشار میاره خودش به موقع رها میکنه که دیگه نه فشاری بخواد بیاره نه چیزی. چون که همیشه ما یه بحثی داریم به اسم تجربه حیوان. الان ایشون میگن خب الان نگاه کن نمیشینه. درسته یک سال سگ تجربه داره تو بغل تو وقت به بیرون. ما قرار نیست با یک جلسه با یک بار یه اتفاق بزرگی بیفته. آموزش. چرا بعضی از مربی ها ناراضی هن؟ همه مربی ها من نمیگم خوبن ولی همه مربی هایی هم که میرن بد نیستن. صاحب باید یکم طاقتش زیاد باشه تمرین رو تکرار کنه تا به اون نتیجه خاص خوش برسه. نوازشش فعلا نکن چون که تو نوازشش میکنی دوباره فکر میکنه همه چیزه. فعلا یکم باهاش جدیتر و دقیق تر برخورد کن. حله؟ چاکره سعی کن فعلا یه مدت هم توی ماشین از باکس استفاده کنی. باکس براش بذار که بره تو باکس. خیلی مخلصم خدا نگهدار. خب بچه ها این موضوعی که الان دیدین قربون شما ما انقدر یه دفعه شلوغ میشیم فقط میخوام توی اوج کار واقعی باشه که شما عزیزانم یه چیزی یاد بگیریم. خدای زحمت میکشیم لایک کامنت فراموش نشه. به دوستانتون پیج ما رو معرفی کنین سابسکرایبمون بکنن حتما چون که همیشه از این آموزش های ریل و واقعی براتون میذاریم. بچه ها تمرین باید روزانه باشه. تمرین باید مدام باشه. تمرین این نیست یک بار انجام بدی بگی خب چرا نتیجه نگرفتم. تون تون باید تمرین کنی تکرار کنی تمرین کنی تکرار کنی آموزش بدی انگیزه هاشو استفاده کنی. باید زندگی و لایف استایل سگ تو عوض کنی. اگر بخوای این باشه که فقط یک بار انجام بدی خب نتیجه بگیری یک دروغ بزرگه. میگی مثل چی میمونه؟ عین این میمونه که من محمد قادر پناه الان دنبال اینم لاغر شم یه روز میرم باشگاه 10 روز رژیم میگیرم میبینم نشد میگم برو بابا. 10 نفر بیان بگن عمل کن نتیجه واقعی نیست. نتیجه‌ای که میگیریم هم آخرش به کارمون نمیاد. پس هر چیزی یک راهی داره. هر کاری باید یک سیستم قانونمندی داشته باشه و تمرین تکرار تمرین تکرار تلاش تلاش داشته باشین از همه چی بهتره. سعی کنید سگتون رو بهتر کنید. سعی یعنی چی؟ یعنی تلاش به علاوه آگاهی. از نظر مربی استفاده کنید ولی تلاشش باز با شما به عنوان صاحب سگتون. سابسکرایب بیادتون اصلا نره. آخه ندارم من وقت شب بتم باشه با فقط وقتایی که خونم میتونم بذارم تایم واسه نخور برای اونم دارم یه راهکار عام بهت یاد میدم توی سایتم با آموزش آلا اینجا تکمیلمه چی با اصول بنا شده تیسی تو تربیت پتت تنها اگه کلافه شدی عدس پتت فقط لازمه بیاری یه راست به قادر بنا توی پیجم کلی آموزش دارم که واسه توست فالو کن تا توی این خانواده باشی با ما اون